در سال 1344 در همان موقعی که خمینی در نجف دوران جدیدی از زندگی سیاسیش را با فرو رفتن دوباره در لاک سکوت و بیعملی آغاز می کرد سازمان مجاهدین خلق ایران بنیان گذاری شد تأسیس سازمان مجاهدین و تأثیر عمیق آن بر مبارزات مردم ایران جای مهمی در صحنه سیاسی ایران به خود اختصاص داد و به طبع آن موقعیت خمینی را نیز تحت تاثیر قرار داد. در سال 1344 به بعد در اعماق تحولات اساسی ایران کشاکش دو نیرو یعنی مجاهدین و خمینی و جریان سیاسی و ایدئولوژیکی تابع اون نقش تعیین کننده پیدا کرد. طرز فکر مجاهدین به سرعت با اقبال اقشار آگاه و ترقی خواه به ویژه جوونا و دانشجویا مواجه شد و به زودی مجاهدین در قلب جنبش انقلابی ایران و در کانون توجه اجتماعی قرار گرفت حتی روحانیون و طلابی که در اون سالها به مبارزه روی آورده بودن یا مجذوب حرکت و پیام مجاهدین شدند یا به اقتضای اوضاع سیاسی اجتماعی اون مخته و برای اینکه از قافله عقب نمونن تبعیت از مجاهدین را به صلاح خودشون پیدا کردند. تا خمینی چش به هم زد طیف وسیع از آخوندها و روحانیون که نزدیکترین شاگردان و خودش رو هم در بر میگرفت به هواداری از مجاهدین برخواستند و جمعآوری کمک مالی فعالیت های تبلیغاتی یا حتی یک بار نماز خواندن پشت سر یک مجاهد رو جزء افتخارات خود می‌شمردند. در سال 1349 گروهی از مجاهدین در مسیر بازگشت از پایگاه های انقلاب فلسطین در دوبهی دستگیر شدند و دولت آن کشور تصمیم گرفت آنها را به رژیم شاه مسترد کند. اما مجاهدین هواپیمای حامل اعضای زندانی خود را وادار به تغییر مسیر و فرود آمدن در بغداد کردند. دولت عراق که به خاطر روابط بسیار تیرش با رژیم شاه به ماجرای فرود اجباری هواپیما مشکوک بود سرنشینان آن را بازداشت کرد متعاقبا مسئولان سازمان در تهران پدر طالقانی را از این ماجرا مطلع ساختند او نامهای با جوهر نامری برای خمینی فرستاد تا نزد دولت عراق وساطت کند و سبب آزادی مجاهدین زندانی شود اما خمینی به بهانه اینکه نمیخواهد از مقامات اراقی چیزی بخواهد حاضر به چنین اقدامی نشد این نامه به صورت نامرئی نوشته شده بود وقتی به خدمت امام رسیدم آن نوشته را ظاهر کردند منظور آقای طالقانی از این پیغام این بود که امام از مسئولان عراق بخواهند که این گروه را آزاد کنند در هر صورت بعد از همه این جریان ها امام فرمودند من باید فکر کنم مرحوم آیت الله طالقانی در نامی که به امام نوشته بود تعبیرش این آیه شریفه قرآن بود ان هم آمنو برب بهم و زدنا هم حدا. آنان جوانمردانی هستند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افسودیم تعبیر قربان از اصحاب کهف روز بعد خمینی به دعایی میگه اگر الان آقای طالقانی و آقای زنجانی هم اینجا نشسته باشن و هر دو این رو به من بگن من نمیپذیرم خمینی از این نگران بود که مبادا این گروه جوان مسلمان عرصه رو براش تنگ کنن علت واقعی امتناع خمینی رو بعدها ابراهیم یزدی رابط خمینی با به اصطلاح شیطان بزرگ که خودشون میگفتند قبل از مرگش برملا کرد یزدی ضمن بازگو کردن صحبتش با خمینی در مورد مبارزه مسلحانه قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی گفت ما راجع به جنگ مسلحانه صحبت داشتیم در تیر ماه 56 بعد از مراسم خاک سپاری شریعتی من به نجف رفتم و با ایشان صحبت کردم در آنجا ایشان با جنگ مسلحانه مخالف بود علت را هم این میدانست که در یک درگیری مسلحانه سازمانهای سیاسی نظامی جلو میافتند چرا که آنها تشکیلات دارند اگر ما بخواهیم مبارزه را به این نقطه برسانیم آنها برنده می شوند و ما مجبور به طبعیت خواهیم شد ماجرای هواپیما اندکی بعد با پادر میانی یاسر عرفات خاتم یابد و مجاهدینی که در بازداشت به سر میبردند و سردار خیابانی نیز در میانشان بود آزاد شده دوباره راهی پایگاه های خود در تهران می شوند. مدتی بعد سازمان مجاهدین نماینده از تهران به نجف میفرستد تا خمینی را با مواضع سیاسی و ایدولوژیکی خود آشنا سازد. نماینده مجاهدین در نجف با خمینی دیدار کرد. خمینی که موزگیری ها و نشست و برخواست هایش تابعه تعادل قوا بود از این گفتگو استقبال کرد و حاضر شد ملاقات های خود را به مدت حدود یک ماه با نماینده مجاهدین ادامه دهد اما یک کلمه هم در حمایت از مجاهدین چیزی نگفت در این حال خمینی در آن سالها جرأت آنکه حتی به اشاره و تلویح چیزی در رد و انکار مجاهدین بگوید نداشت عدم حمایت خمینی از مجاهدین انزوای خمینی را بیشتر کرد آخوند حمید روحانی که سالها همراه خمینی در نجف بود در این باره میگوید در آن روزها به حدی جو به نفع این گروه بود که میتوان گفت که کوچکترین انتقادی نسبت به این گروهک با شدیدترین ضربه روبرو میشد بسیاری از افراد را می شناسم که بر این اعتقاد بودند که دیگر نقش امام در مبارزه و در نهضت به پایان رسیده است و امام با عدم تایید مجاهدین خلق در واقع شکست خود را امضا کرده است این افراد باور داشتند که امام از صحنه مبارزه کنار رفتند و زمان آن رسیده است که سازمان مجاهدین خلق نهضت را هدایت کند و انقلاب را به پیش ببرد واقعا هم این گروه در میان مردم پایگاهی به دست آورده بود امام هم این را می دانستن. هر روز از ایران نامه می رسید مبنی بر این که پرستیج شما پایین آمده در بین مردم نقش شما در شرف فراموش شدن است مجاهدین خلق دارند جای شما را می گیرند من یک زندگی درخشانی نبوده است که من حالا برای شما تعریف کنم ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردن